در حال حاضر هم فرصت رسیده به مهمان ما که روی یکی از موضوعات خیلی ارزنده میخوایم صحبت بکنیم. مشکل که شاید یک تعداد از هموطنان ما پس از به اتمام رسیدن ماه مبارک رمضان دچار شده باشند و شکایت دارند. یک تعداد از مردم از سوی هاضمه و مشکلاتی که پس از صرف کردن و نوش جان کردن غذا برشان پیدا میشه شکایت دارند. این که چه عوامل برمیگرده به ایجاد سوی هاضمه در نزد ما و چه کار باید بکنیم تا از سوی هاضمه جلوگیری بکنیم و مشکلات در قسمت هضم غذا بر ما پیدا نشه، این بحث جالب را با دکتر صاحب محترم حسیب الله نجیب متخصص امراض داخله می داشته باشیم. ببینیم که چه توصیه های مهمی دارن که با ما شما شریک خواهد ساختن. دکتر صاحب سلام، صحبتان بخیر، بسیار خوش آمدین به برنامه. سلام، صحبتان بخیر، تشکر که برنامه ما را سلامت باشین دکتر صاحب. تشکر، ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما امروز در برنامه با خود داریم، ولی از لحاظ اسکایپ یک اندازه احساس میشه که اینترنت دکتر صاحب ضعیف‌تر هست و تا اینکه همکاران من مشکل را حل می‌سازه و دوباره از طریق اسکایپ وصل میشن. دکتر صاحب، می‌خوایم چند موضوع بسیار مهمه با شما عزیزا شریک بسازم که قبلا چون در ماه مبارک رمضان یک ماه مکمل همه ما شما غذا در طول روز نمی‌گرفتیم، آشامیدنی یا هم مایعات بیشتر در طول روز نمی گرفتیم و معمولا از طرف شب مردم غذا نوش جان می کردن، ولی خوب است که ما عادات خود را دفعتن تغییر ندهیم و غذا را در با حجم زیاد در طول روز نگیریم، چرا که بالاخره سبب میشه مشکلات سوی هضم یا سوی هاضمه بر ما پیدا شود. دکتر صاحب در ابتدا بر ما بگوین که مشکلات سوی هاضمه شامل کدام موارد هست و به کدام حالت گفته میشه؟ بسیار خوب، قسمی که شما میفهمین سوی هاضمه از ده زمان از بسیار زمانهای قدیم تا اکنون یک مریضی عام بوده و اکثرا یک مریضی اذیت دهنده و تغییر آورنده در روال زندگی نرمال بدن انسان و در زندگی انسان ها میباشد. خب سوی هاضمه با یک تعداد قسمی که از نامش پیداست از دو کلمه ارتباط سو یعنی خراب یا مشکلدار و هاضمه هم هضم غذا، بنابراین سوی هاضمه یا دیسپپسیا اونمو مشکلات در هضم غذا را میگن و این با یک تعداد اعراض یا یک تعداد مشکلات دیگه همراه میباشه که عمده ترین از اونها درد بطن و تعقیب خوردن غذا، زود سیر شده و احساس دمش یا پوندگی در قسمت بطن و ممکن با عرق زدن بسیار زیاد و احساس نفخ و باد در بطن و همچنان با بی‌اشتهایی و اینا همراه باشد. قسمی که گفتم این یک مشکل عمده بوده از زمانهای قدیم تا حال را وجود داره، اکثرا هم مردها و هم زنها را این مشکل مصاب می سازه، ولی در خانما وقت عزیز زیادتر است نسبت به مردها و کسانی که از سیگریت استفاده می کنن یا از دواهای ضد درد استفاده می کنن، اینا زیادتر نسبت به اشخاص عام دچار این مریضی می شن. بله، و این به دو شکل بسیار عمده است، یکی دیسپپسیا یا سوی هاضمه که در به اساس یک تعداد امراض عضوی یا ارگانیک به وجود میاد و در یک تعداد حالات که امراض جسمی یا ارگانیک نمی باشه او را به نام فانکشنال دیسپپسیا یا سوی هاضمه وظیفوی یاد میکنن که این سوی هاضمه وظیفوی بسیار شایع یا بسیار عام میباشه نسبت به این که در بس یا اساس امراض عضوی به وجود میآید و اکثر هموطنان ما بعد از اینکه ماه مبارک رمضان سپری میکنن از امین نوع سوی هاضمه اکثرا شکایت میداشته باشند که اگر باز وقت بود سر اعراض سر علتهای از این بحث کنیم باز در این واضح میشه که چرا این مشکل زیادتر دقیقاً تجربه میکنن. بله دکتر صاحب، قسمی که شما هم گفتین در آقایان و خانم ها هم در هر دو جنس بیشتر دیده میشه، ولی حالا بر ما بگوین که پس از خوردن و نوش جان کردن کدام غذاها معمولا سوی هاضمه ما بیشتر میشه و همین مشکل بر ما پیدا میشه؟ بسیار خوب، قسمی که قبلا گفتیم این به دو شکل است، یکی سوی هاضمه که از اثر
امراض جسمی یا ارگانیک به وجود میاد و دیگه سوی هاضمه که به شکل وظیفوی یا فانکشنال به وجود میاد. در فانکشنال دیسپپسیا یا سوی هاضمه وظیفوی یک علت ازی معمولا ارتباط با چیز داره، با اغز غذا داره. غذاهایی که معمولا مقدار زیاد شحمیات یا چربی در او است و یا مقدار زیاد اسید است و یا سبب افزایش افراز اسید معده میشن، این غذاها زیادتر اذیت کننده است و امی اعراض را که پیشتر گفتیم یا امی مشکلات سوی هاضمه را که پیشتر گفتیم اینا را میتونه که تشدید کنه و یا اگر موجود نباشه خاموش باشه اینا را به وجود بیاره. به صورت عموم سوی هاضمه ارگانیک یا جسمی از اثر دو سه علت بسیار عمده امراض معده به وجود میاد، مثل زخم معده، مثل انتان اچ پایلوری و دیگه التهابات معده و میری و همچنان در واقعات بسیار کمتر یا نادر سرطان ها یا ملگنسی های طرق هضمی میتونه که وجود بیاد. ولی فانکشنال دیسپپسیا یا سوی هاضمه وظیفوی ای معمولا در عدم موجودیت امراض جسمی یا ارگانیک به وجود میآید و اکثرا زمانی که امراض رد شود پیش یک مریض باز ای تشخیص گذاشتن و غیر از اغز غذا دارن مثل تاریخچه ژنتیکی و فامیلی، همچنان کم بودن حرکات معده و طرق هضمی و همچنان استفاده یک تعداد از دواها میتونه که با این حالت همراه باشه و یک تعداد فاکتورهای روانی و اجتماعی یعنی سایکو سوشیال فاکتورز هم میتونه که در این سوی هاضمه معمولا دخیل باشه. ولی به صورت عمده غذا زمانی که غذای چرب عرض میشه یک توسعه به وجود میاد در قسمت معده و اسناشر و به تعقیب از این اعراض یا وجود مت بالایی بدن مثل زود سیر شدن، مثل احساس بی یا احساس دمش و همچنان احساس نفخ و باد و آرق زدن بسیار زیاد، اینا به تعقیب از این غذاها به وجود میاد و همچنان غذاهای اسیدی که خودشان یا اسیدی باشن و یا ای که غذاهایی که بتونه اسید معده را به مقدار زیاد افراز کنه اینا میتونه سبب ازی شود. حالا دکتر صاحب در مورد راه های پیشگیری از سوی هاضمه بر ما معلومات بتین که با در نظر داشته چه موارد ما میتونیم از سوی هاضمه در وجود خود جلوگیری بکنیم؟ بسیار خوب، زمانی که سوی هاضمه پیش یک مریض تشخیص میشه اول خوب باید این دانسته شود که در بیس یک مریضی عضوی یا ارگانیک به وجود نامده باشه. اکثر اوقات یک تعداد مریضی های بسیار وخیم و یا شدیده که میتونن سبب همین سوی هاضمه شود، مثل خدای ناخواسته سرطان ها و زخم های معده و امثال از اینا میتونه که این حالت به وجود بیاره. بنابراین این حالت باید رد شود ابتدا و تعقیب از این زمانی که سوی هاضمه وظیفوی می باشه، در سوی هاضمه وظیفوی یک تعداد تغییرات باید در روال زندگی یا در روش زندگی با وجود بیاید، از استفاده غذاهای پرچرب، از استفاده حجمات در یک وعده غذایی و همچنان از استفاده غذاهایی که به مقدار زیاد اسید دارن، از اینا باید خودداری شود و همچنان یک دواهایی که میتونه این حالت سبب شوه از اونا جلوگیری شوه و همچنان فاکتورهای روانی و یا اجتماعی که در این رول داره اونا باید تداوی شون و یا همو راه حلش پیدا شوه که بتانین از این مریضی هموطنان ما یک اندازه خود راحت بسازن و بدور بسازن و در آخر زمانی که با این حالات نمیشه باز یک دوای خاص است و همین دوایی است که معمولا به خاطر تکلیف های معده استفاده میشه، باز از اونا استفاده میکنن. بسیار خوب دکتر صاحب، و حالا بر ما بگوین که اگر فرد مصاب به همچنین مشکل باشه و مشکل سوی هاضمه همیشه داشته باشه چه زمان بهترین وقت به خاطر مراجعه نزد دکتر صاحب است؟ بسیار خوب، این مشکلات معمولا قسم تحقیقاتی که شده نه تنها در افغانستان، در تمام دنیا مریض
خب فکر کنم که اسکایپ دکتر صاحب مشکل پیدا کرد و نتونستیم که ادامه صحبتشان در برنامه داشته باشیم. خب قسمی که دکتر صاحب هم بیان کردن مشکل سوء هاضمه مشکل است که نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورها هم در نزد افراد دیده میشه و عوامل مختلف هم داره. گاهگاه در اثر گرفتن غذاهای نامناسب ایجاد میشه و بعض اوقات هم میتونه تاریخچه ژنتیکی یک فرد یا تاریخچه وراثتی یک فرد رول داشته باشه که ممکن در والدین یا هم در خواهر و برادر یک فرد دیده شوه که در خودش هم میتونه همچنین مشکل ایجاد شوه. ولی با تغییر خوب و مثبت در رژیم غذایی خود ما میتونیم که حداقل کاهش بده مشکلات سوء هاضمه را. از غذاهایی که تشدید کننده سوء هاضمه است باید جلوگیری بکنیم و اگر نیاز باشد دکتر صاحب بر ما دواهای مشخص را هم توصیه خواهد کردند که با اخذ دواهای خوب ما میتونیم بالای مشکل سوء هاضمه خود غلبه بکنیم و از تشدیدش هم جلوگیری صورت میگیره. بازم تشکر میکنم از دکتر صاحب محترم حسیب الله نجیب متخصص امراض داخله از اینکه صحبت های خوبشان را در مورد سوء هاضمه با ما شما شریک کردن. امیدوار هستم که نکات مهم صحبت هایشان شما عزیزا دریافت کرده باشین، حتما در سبک زندگیتان تطبیق بکنین تا زندگیتان را با صحتمندی به پیش ببرین. بله دقیقاً دیگه دکتر صاحب محترم صحبت خیلی خوبی داشتن و راهکارهای مهمی را اشاره کردن، اما متاسفانه به خاطر مشکلی که اینترنت داشت دیگه نتونستیم ما دوباره تماس برقرار کنیم. ما با دکتر صاحب ادامه بدیم صحبت ها را، ان شاء الله در برنامه بعدی باز این موضوع انتخاب میکنیم و راهکارهای مفیدتر میتونن که دکتر صاحب همراه ما شریک بسازن. فعلا وقفه میگیریم، در ادامه با داشتهایی که هنوز باقی مانده ما را تنها نگذارید و همچنان بخش متنوع و گزارشی که از همایون افغان میداشته باشیم ببینیم که افغان کجا میره و چه گفتنی بر ما میداشته باشن. آها رویا جان، و ناگفتن نمانه که پیام های هموطنان عزیز ما را در ساعت دوم برنامه هم میداشته باشیم. از طریق فیسبوک شما میتونید در قسمت عکس که همکاران ما پست کردن شما کامنت بکنید، نظر شما بر ما میرسه و در لحظات پایانی ساعت دوم برنامه رویا جان بازم مثل همیشه وظیفه خود انجام میده و نظریات شما عزیزا را مرور می داشته باشه. و قلبا سپاسگزار هستم از بیننده همیشگی برنامه که همیشه برنامه را دنبال میکنن، تعریف میکنن، از ما رویا جان بیشتر تعریف میکنن که از محبت های همه شما عزیزا یک دنیا تشکر میکنیم. ولی رویا جان چی نظر داری که در این لحظات برنامه هم یک آهنگ بسیار مقبول با هم بشنویم؟ بله آهنگ میخوایم از فراد دریا تقدیم کنیم برای بیننده عزیز ما که من آهنگ خیلی دوست دارم تقدیم شما عزیزان و بخصوص برای طرفداران فرهاد جان دریا. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.